سلام دوستان و همسفران عزیزم، صبحتون بخیر. امروز روز جمعه 12 خرداده. تو این روز چند روز تعطیلی ما تصمیم گرفتیم به جنگل های ارسباران بریم و چند تا شهر حاشیه‌ای این جنگل ها رو از نزدیک ببینیم. از اینجا تا جنگل های ارسباران حدود 6 ساعت راهه که ما میتونیم از جاده ترانزیت تبریز استفاده کنیم یا از حاشیه رود ارس که ما گزینه دوم انتخاب کردیم و حاشیه رود ارس رو برای رسیدن به مقصد انتخاب کردیم که از زیبایی های این جاده هم استفاده بکنیم. یه سفر جدید، یه ماجرای جدید و یه هیجان جدید. با من همراه باشید. Özün kimin vıqarlıdır uca dağları Üstünə bir yanaşıqdır yaşıl bağları Bizimlə bir başlamışdır gözəl çaları Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım El bilir ki tükənməyən sərvətin vardır Sinən üstü ağpamlı gen tarlalardır Dalğaların göy xəzərdə qatar qatardır Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Bələxəri, bə məsiri qəli dərəsi rəsidim که از اینجا صعود داشته باشیم به طرف قلعه بابک. یه مسیر دیگه هم بالاتر بود که میتونستین تا با ماشین تا کمپ گردشگری برین و از اونجا از پلای سیمانی استفاده کرده بریم بالا، ولی ما مسیر جنگلی رو انتخاب کردیم که حداقل پیاده روی تو جنگل هم داشته باشیم. بریم ببینیم چه اتفاقات منتظر ماست. ارسباران یه ناحیه کوهستانی وسیعیه که در شمال آذربایجان شرقی و بخشایی از شهرستان‌های اهر و کلیور و ورزقان هم شامل میشه. تقریبا از شمال کوه قشاداغ تا رود ارس هم گسترده شده. جنگل های ارسباران در قسمت های مختلفش هم با شهرهای مشکین و پارس‌آباد و هریس و در غربش هم با شهرستان تبریز و مرنت هم مرزه. فکر میکنم در سال 1976 بود که یونسکو هم یک منطقه از این جنگل رو به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت کرده. توی پارک ملی ارسباران حدوداً 220 گونه پرنده هست، اگه اشتباه نکنم 38 گونه خزنده، 5 گونه دوزیست، گونه های بسیاری از پستانداران مثل بوز، کل، خرس قهوه‌ای، گرگ، سیاه‌گوش، حتی پلنگ هم پیدا میشه و فکر میکنم یه 22 گونه هم ماهی باشه که تو این جنگل ها شناخته شده است.
دامنه های جنوبی ارسباران پوشیده از مرتعی و جنگل هم عمدتاً در دامنه های شمالی دیده میشه. ما که از مسیر جاده کلیور عاشقلو اومدیم جنگل رو با تمام زیباییاش دیدیم و توصیه میکنم که شما حتما به این جاده سری بزنین اگه خواستین تشریف بیارین جنگل های ارسباران. این منطقه چشمه های آب گرم زیادی هم داره. از جمله مکان های مناسبی که تو این جنگل ها میتونین جهت استراحت و اسکان ازش استفاده کنین، قلعه درسی هست، مکیدی درسی هست و آینالو در کلیبر هست و از مهمترین اماکن گردشگری این منطقه هم که قلعه بابک هست که الان داریم میریم اونجا. Şimdiden kırıp sizdeki derim. Yeah.
گاغازیش چشی داره Çok yoruldum. Çok yorucu bir yol var. Ben çok yorulacağım. Dere tap hadi. Çay. Saklarsak bunun bir ayrı yolu da vardı o zaman o zaman. Burası olmaz. Doğdu şayet değil buradan. Çedip çanırdılar. Ve bir delil de budur ki 20 yıl mukavemet edip. Az bu gibi yer. Yağmur yolu üzerine var. Bak şelen oralarda bir oturur, bir çay içir. Çok yoruldum. Çok. Hayır, hasta kalmaz. Vahan hasta şurada. Ben niye arzı bir öneceğim? Alo, hududu. دو ساعت ما تو راهیم ولی هنوز قسمت سخت هاش مونده و قسمتی که به قلعه منتهی میشه و یه صخره راسته رو باز بریم بکنم یه ساعتی هم داشته باشیم ولی خیلی خسته کننده است از اینجا اون قسمت های سخت شروع میشه بریم ببینیم میتونیم صعود کنیم یا نه بالاخره قلعه بابک با تمام عظمتش Thank you.
چیزیت نشد؟ چیزیت نشد؟ حالا چیزیت نشد؟ İnsan ağır düzallık veriyor bu. Ha? İnsan ağır düzallık veriyor. بالاخره به قلعه رسیدم. ولی راهش واقعا سخت بود. یه مسیر خیلی سختی رو انتخاب کردیم. آخرای مسیر حدود یه ساعتش که کلن چهار دست و پا اومدیم رسیدیم بالا. حتی بچه های کوچیک هم اینجا هستن. تعجب کردم سفید این منطقه ملا بوده. تعجب کردم که بچه های کوچیک چجوری اومدن. حالا موقع برگشت از یه مسیر دیگه میریم. بعدن توی پایین قلعه براتون کاملا توضیح میدم که اگه خواستین تشریف بیارین اینجا چه جوری و از چه راهی بیاین و چه امکاناتی هم رو خودتون داشته باشین. هر مدلی کالا بوده دارم واسه چونشه که کار میکرده یکی واسه لخات میده در هست بگیره کار میکرده لوبیا بگیره لوبیا همون میشه دازه کتی هم کم میشه. پولم وسطش فقط داره اخ برخشید اصلا یه پایه بود بیسی در نمیتونست باید بچه ها دلمون بسته بابایی که الان میبینید در بالای کوهیه که ارتفاعی در حدود 2300 تا 2700 متر داره. 3 کیلومتری شهر کلیبره و اونجا که تو منابع دیدم توی در زمان ساسانیان ساخته شده. نام خودش هم از نام بابک خرمدین گرفته. بابک خرمدین رهبر رویارویی با مهاجمین عرب تا سال 893 بوده. خلی بابک دوستای شجاع آباده و از آثار ملی ایران هم هست. بابک خرمدین رهبر اصلی مبارزان ایرانی علیه خلافت عباسی بودن و از پیروان آیین خرمدین که بر خلافت عباسی شوریدن.
توی دوران خلافت عباسیان آذربایجان کانون مقاومتی طولانی مدت و خطرناکی بوده علیه خلافت که توسط بابک خرم‌دین رهبری می شده و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشته و بیش از 20 سال طول کشیده. از نقل قول‌های بابک خرم‌دین اینه که یه روز شاهی به هست 40 سال بردگی. مهم نیست که من زنده بمونم یا بمیرم، هر جا که من باشم یا از من یادی بشه من اونجا پادشاهم. Yuvam məskənim sən Azərbaycanım, ana doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. بابک خرم‌دین مردی جسور، بیباک و استعداد فراوانی توی فرماندهی نظامی در مبارزات طولانی مدت داشته و پیروانش اعتماد خاصی به او داشتن. ایشون در آذربایجان متولد شده. از تبار و طبقه اجتماعی ایشون اطلاعی خاصی نیست، یعنی من منابعی که خوندم مبهم و متناقض بودن و گاهی خیلی هم باور نکردنی. شهر بزی یا همون کلیبر کنونی هم منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک خرم‌دین معروف شده. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرم‌دینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بوده است. همونجور که تو تصاویر می‌بینید با پشتوانی زمین کوهستانی بابک و لشکریانش، لشکریان خلیفه رو یکی پس از دیگری شکست می‌دادند. نیروهاش قادر بودند جلوی کاروانا رو بگیرن، مامورین مالیات رو بکشن، حریفان محلی رو نابود کنن و به لشکر دشمن شلیخون بزنن. سپس به قلعه غیرقابل نفوذشون برگردن و پناهگاه کوهستانیشون. البته با این توضیحات کوتاه فکر کنم راغب بشین که برین مطالعه کنین در مورد این سردار بزرگ ایرانی، ولی تو قسمت‌های آخر زندگی بابک خرم‌دین معتصم خلیفه عباسی افشین و مأمور سرکوب بابک می‌کنه و بعد در سال 837 میلادی توسط نیروهای ایشون فتح و غارت میشه. بابک دستگیر رو به سامرا فرستاده میشه و معتصم رو سوار بر فیل به معرض نمایش میذاره و با بیرحمی خیلی زیادی ایشون رو اعدام میکنه. جنازه بابک بر چوبه دار میمونه و منجر میشه تا نامش به این منطقه شهر اطلاق بشه. الان این نگاه کنین، این نگاه کنین، این هم مثل که میخواد بیاد صحبت کنه. مسیر پر بود از اینا. بذار این بره، من مزاحمش نشم. یه توضیح هم که من فراموش کردم بهتون بگم، قبل رسیدنی به دروازه دژ از یه گذرگاهی باز عبور کنیم که این گذرگاه همچون دالانیه که تنها گنجایش گذشتن یه نفر رو داره و دو نفر به سختی میتونن ازش بگذرن. از بالای برج‌های دو سوی دروازه هم اومدن هر تازه واردی رو میدیدن. خود قلعه هم از سنگ‌های تراشیده شده با ملات ساروج ساخته شده بود و باروها هم تمام درزهای کوهستان بسته بودند
که دیگه هیچ کی یا هیچ لشکری نتونه به داخل دروازه به داخل قلعه نفوذ داشته باشه. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, ana doğma vatanım sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, ana doğma vatanım sen Azerbaycanım. Özün kimin vıqarlıdır uca dağları, üstünə bir yaraşıqdır yaşıl bağları. Bizimlə bir başlamışdır gözəl çağları. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Sürəsən yaşlı baş. همون گذرگاهی که قبلا براتون گفتم که تنها گنجایش یه نفر رو داره. ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Bilir ki tükənməyən sərvətin vardır, sinən üstü ağ pambılı gen tarlalardır. Dalğaların göy Xəzərdə qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, ana doğma vətənim sən Azərbaycanım. Özün kimin vıqarlıdır uca dağları. اینجا همون مسیریه که تقریبا تمام گردشگرها از این مسیر به قلعه میان. تا نصفه های مسیر رو با ماشین های آفرود میان و از کنار چادر اشایر پیاده تا قلعه رو طی میکنن که تقریبا بیشترش پله هستش. موقع برگشت من از این مسیر اومدم که شما این مسیرم ببینین که اگه خواستین یه مسیر آسونتری غیر جنگل انتخاب کنین، این مسیر هست که میتونین از این مسیر تشریف بیارین. Woo!
Əskərim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Özün kimin vıqarlıdır bu cədaları Üstünə bir yaraşıqdır yaşıl bağları Bizimlə bir başlamışdır gözəl çaları Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım همسفرهای عزیزم همونجور که ملاحظه کردین هم گردشگران زیادی برای دیدن این مکان میان درسته از خود قلعه چیز زیادی باقی نمونده ولی به نظر من علت اومدن همه این آدم ها تعلق خاطریه که به این سردار بزرگ ایرانی دارن و مطمئنن حتی اگه سالها و قرنها بگذره و از این خود قلعه چیزی باقی نمونه بازم مردم میان تا رشادت های این مرد بزرگ رو از نزدیک ببینن و لمسش کنن اینجا همون جایی که گفتم با ماشین تا اینجا با ماشین میان کنار جادر عشایر هستش اینجا منتظر ماشین هایی که قبلا باشون اومدن میشن و سوار میشن و برمیگردن البته شماره تلفنشون روی ماشین ها هستش که میتونین بردارین بعد بهشون زنگ بزنید شنبه رو من دیم ساعت چطو بارم هر دو کافی سلا بریجن کنیم آدشون نرده شروع بود تو حد